رهایی ایران. سپاه پاسداران مجلس شورای اسلامی را به تصرف خود درآورد. محمد باقر قالیباف به عنوان ششمین رئیس مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب شد. مردی که در تاریخ 41 ساله اشغال ایران توسط جمهوری اسلامی در پست‌های کلیدی فرماندهی سپاه، فرمانده نیروی انتظامی و شهردار تهران به چپاول و غارت اموال ملی مشغول بود و اکنون در سمت ریاست مجلس. آقای قالیباف، املاک مردم چی کردی؟ طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور 2200 میلیارد تومان املاک مردم بخشیدی، تخفیف‌های نجومی دادی، آپارتمان 10 میلیارد تومانی رو 2 میلیارد تومان دادی، نه پول گرفتی، گفتی 20 ساله بیان پولش بدن، هر کس خواست ورود کنه اجازه ندادید، مجلس خواست تحقیق تفحص کنه رفتین لابی کردین جلوش گرفتین. چرا جلو تحقیق تفحص مجلس گرفتین؟ آقای قالیباف، شما بیشترین تخلف در بانک هایی که در هولوش شما بودن انجام دادین. اصلا این مؤسسات اعتباری شما ایجاد کردین. شما میدونین بانک قوامین امروز چه وضعی داره؟ من فقط به خاطر رعایت مصالح ملی کشور نمیگم. شما میدونید در بانک شهر چه میگذره؟ شما میدونید بانک سرمایه رو به چه قیمت به چه کسی واگذار کردید؟ آقای قالیباف 12 سال شهردار تهرانه. بگه همین زباله جلو خونهای مردم جمع میکنه، چجور نتونسته بعد از 12 سال تفکیک بکنه که مردم این زبالهشون جدا جدا معلوم بشه، هر بخشش در جای خودش؟ کدوم شهر توی اشل تهران تا حالا زباله اینجوری جمع میکنن؟ ایشون فقط شهردار سازه است، فقط پروانه میده برجای منطقه 22 رو بریم ببینید چه به سر تهران آورده، همین مناطق مختلف بریم ببینین، همین صدر دو طبقه چه کمکی به ترافیک تهران کرد؟ با پول صدر همه اتوبوس‌های تهران میشد اصلاح کرد. بله، حدود 2/3 هیئت رئیسه مجلس فرماندهان و اعضای سپاه و بسیج هستند و رئیس مجلس یک سرتیپ سپاه پاسداران که اتهامات بسیاری رو به دوش میکشه و همینطور افراد میداندار و اصلی مجلس هم عمدتاً از اعضای سپاه و بسیج به شمار میرن. در مجموع دست کم 24 فرمانده و مسئول ارشد سپاه و بسیج که عمدتاً درجه های سرتیپی و سرهنگی دارند در مجلس حضور دارند. این خلاصه نفوذ سپاه پاسداران در 11مین دوره مجلس شورای اسلامی هست. اولین و مهمترین نماد نفوذ سپاه پاسداران در مجلس جدید سرتیپ پاسدار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هست. خامنه ای به بسیاری از فرماندهان ارشد سپاه اجازه داده تا به ادارات و وزارتخانه های دیگه برن و حتی به نمایندگی مجلس انتخاب بشن و باز دوباره لباس سپاه پاسداران بپوشن و به فرماندهی امور نظامی برگردن. نمونه های متعددی در بین نمایندگان مجلس و هیئت رئیسه اون وجود دارند که قبل از نمایندگی مجلس یونیفرم پوش و دارای سمت فرماندهی در سپاه بودند و بعد از نمایندگی نیز بار دیگه به سمت‌های فرماندهی در سپاه برگشتند و لباس فرم سپاه رو برتن کردند. از این دسته افراد زیادی رو میشه نام برد، از جمله محمد کوسری، احمد امیرآبادی، محمد حسین فرهنگی، حسین علی حاجی دلیگانی، ناصر موسوی لارگانی، محسن دهنوی و پیرهادی. با نگاهی به ترکیب 12 نفره هیئت رئیسه مجلس مشخص میشه که دست کم 7 نفر از اونها، یعنی حدود 2/3 هیئت رئیسه، از فرماندهان سپاه پاسداران یا از اعضای سپاه و بسیج هستند. جدای از اون که حدود 2/3 اعضای هیئت رئیسه مجلس 11 اعضای سابق و کنونی سپاه پاسداران و بسیج هستند، در خارج از هیئت رئیسه و در صحن مجلس نیز فرماندهان شناخته شده ای از سپاه پاسداران وجود دارند که در سمت و سو دادن به مجلس و تصمیمات اون مؤثر هستند. مانند علیرضا زاکانی از بنیانگذاران بسیج دانشجویی و فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله. نظام الدین موسوی مدیرعامل پیشین روزنامه جوان و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه. مجتبی ذوالنوری فرمانده سابق تیپ امام صادق سپاه. جواد کریمی قدوسی مؤسس تیپ 12 سپاه و خیلی از پاسداران دیگه که همکنون به عنوان قانونگذاران کشور ایران روی صندلی مجلس جای دارند و عنوان نمایندگی مردم رو به ید